سلامتی و زیبایی. می توانید از تجسم خلاق به شیوه های گوناگون استفاده کنید تا سلامتی و تناسب اندام و زیبایی خود را حفظ کنید و بهبود دهید. تندرستی و شادابی مثل هر چیز دیگری در گروه گرایش های عاطفی و ذهنی است و در نتیجه تغییر باورها و شیوه همخوانی ما با دنیا و خود می تواند اثرات جسمانی عمیقی به دنبال داشته باشد. پیشاپیش ارزش تهیه نقشه گنج در این زمینه را یادآور شدم. در ادامه چند تکنیک مورد علاقه خود را توضیح دادم. مطمئنم که شما هم تکنیک های خاص خود را خواهید یافت. ورزش. شما می توانید در ورزش و هر نوع فعالیت جسمانی دیگری از تجسم خلاق و عبارات تأکیدی استفاده کنید، زیرا این دو به شما کمک می کنند نهایت استفاده و لذت را از ورزش ببرید. شما می توانید هم هنگام ورزش و هم هنگام مدیتیشن و آرامش عمیق از تجسم استفاده کنید. مثلاً اگر به ورزش دو علاقه‌مند هستید، خودتان را در حال دویدن سریع، چابک و بدون خستگی به تصویر بکشید. هنگامی که می دوید، تصور کنید با هر گام جهش عظیمی انجام می دهید. در نتیجه با هر جهش راحت و آسان، مسافتی طولانی طی می کنید. یعنی کاری مثل پرواز کردن. در خلال دوره‌های آرامسازی به خود متذکر شوید که هر روز سریع‌تر رشد می‌کنید و قوی‌تر می‌شوید و وضع جسمانی بهتر و مطلوب‌تری پیدا می‌کنید. اگر برنده شدن یکی از اهداف شماست، مجسم کنید در مسابقات دو در حال برنده شدن هستید. چنانچه تمرین رقص یا یوگا می‌کنید، نسبت به اعضای بدن و عضلاتتان کاملاً هوشیار باشید. با دقت عمل این کار را انجام دهید. مجسم کنید اعضای بدنتان یکی یکی کشیده می شوند. در آرامش عمیق فرو می روند. و ناگهان متوجه می شوید چقدر بدنتان نرم و انعطاف پذیر شده است. از تجسم خلاق برای تقویت قدرت انجام ورزش دلخواهتان استفاده کنید. مجسم کنید در انجام ورزش دلخواهتان کامل تر می شوید تا واقعا در آن رشته به کمال برسید. مراقبت‌هایی برای زیبایی. به طور منظم کارهایی را انجام دهید که حس مراقبت ویژه از خود و انجام کارهای مفید برای جسمتان را به شما بدهد. به کارگیری تجسم خلاق می تواند کارهای معمول روزانه را به مراقبت‌های زیبایی مبدل کند. مثلا یک حمام داغ یا دوش آب گرم بگیرید و مجسم کنید آب داغ باعث آرامش، تسکین و التیام کامل دردهای شماست. تصور کنید همه مشکلاتتان ذوب شده و با آب دور ریخته می شود و هیچ چیز به جز باطنی پاک و تابناک در شما باقی نمی ماند. با دقت و توجه فراوان به صورت و بدن خودتان لوسیون یا روغن بمالید و تأکید کنید هر لحظه پوستتان زیباتر و نرمتر می شود. با دقت کامل سرتان را بشویید و تأکید کنید موهایتان پرپشت‌تر، سالمتر و زیباتر از همیشه است. وقتی دندان مسواک می زنید، با خود بگویید دندانهایتان زیبا، سالم و محکم هستند.
همین کار را در مورد بقیه اعضا انجام دهید. آداب غذا خوردن. بسیاری از مردم درباره غذا تصوراتی منفی دارند. می‌ترسیم غذایی که می‌خوریم باعث چاقی و بیماری شود و اگر به مصرف غذاهایی که نگرانمان می‌کند ادامه دهیم، دچار تنش و تضاد درونی می‌شویم و نتایج وحشتناکی مانند اضافه وزن و بیماری عایدمان می‌شود. هنگام غذا خوردن بسیاری از مردم ندانسته غذا می خورند. آنقدر راجع به چیزهای دیگر فکر و صحبت می کنند که طعم مطبوع غذا و ارزش غذایی آن را فراموش می کنند. غذا خوردن واقعاً آیینی سحرآمیز و فرایندی خارق العاده است که طی آن اشکال مختلف انرژی‌های خاص جهان تغییر شکل می‌یابد و به انرژی مبدل می‌شود. انرژی که جسم ما را تشکیل می‌دهد. هر احساس و تفکری که در آن زمان داشته باشیم بخشی از این کیمیا می‌شود. در صورت امکان آدابی را که در ادامه می‌شنوید صرف نظر از چیزی که می‌خورید حداقل یک بار در روز انجام دهید. بنشینید و غذا را جلوی خود روی میز بگذارید. برای یک لحظه چشم‌ها را ببندید و آرام نفس‌های عمیق بکشید. در دلتان به خاطر این غذا شاکر کائنات و همه موجوداتی باشید که به نحوی در تهیه آن سهم داشتند. گیاهان، حیوانات، کشاورزان و آشپز. چشم‌ها را باز کنید و به غذا نگاه کنید. حالا واقعاً آن را همانطور که هست ببینید و ببویید. بعد به آرامی شروع به خوردن آن کنید و از طعمش لذت واقعی ببرید. همچنان که مشغول خوردن هستید، آرام در ذهنتان با خود حرف بزنید. این غذا به منظور استفاده من در حال تبدیل شدن به انرژی زندگی است. به خودتان بگویید بدن شما هر چرا که نیاز دارد مصرف می کند و مازاد را دور می ریزد. مجسم کنید در نتیجه خوردن این غذا تندرست‌تر و زیباتر می شوید. این کار را صرف نظر از باورهای قبلیتان مبنی بر مضر و مفید بودن این غذا برای شما انجام دهید. در صورت امکان آرام غذا بخورید. وقتی احساس سیری کردید دیگر نخورید. یکی دو دقیقه بعد از اتمام غذا، بعد از اینکه احساس سیری و رضایت کردید، از تابش گرم و مطبوعی که از ناحیه شکمتان سرچشمه می‌گیرد لذت ببرید. با این روش هرچه بیشتر خود را با غذا سازگار کنید، احساس تندرستی و زیبایی بیشتری خواهید کرد. در ادامه آدابی دیگر حتی ساده‌تر از موارد قبلی ارائه شده است. قبل از رفتن به رخت خواب، به محض بیدار شدن از خواب یا گاهی اوقات در خلال روز، برای خودتان در یک لیوان بزرگ آب سرد بریزید. سپس بنشینید و آرام باشید و آهسته آن را بنوشید. همینطور که آب را می نوشید به خودتان بگویید این آب اکسیر حیات و منشأ جوانی است. تصور کنید این آب همه ی آلودگی ها را می شوید و برای شما انرژی زیبای حیات را به ارمغان می آورد. عبارات تأکیدی مفیدی برای سلامتی و زیبایی. هر روز که می گذرد سالمتر و جذابتر می شوم.
هر کاری که می کنم به زیبایی و سلامتی من می افزاید. هر چیزی که می خورم زیبایی، تندرستی و جذابیت مرا افزون می کند. برای بدنم سودمند هستم و بدنم هم برای من سودمند است. اکنون باریک و خوشندام، قوی و در بهترین شرایط جسمانی هستم و هیچ اهمیتی ندارد که چه کار می کنم. هر روز قوی تر و نیرومندتر می شوم. اکنون تمایل دارم آن غذاهایی را بخورم که برایم مفیدترین هستند. تنها دلم غذاهایی را می خواهد که واقعاً بدنم به آنها نیاز دارد. هرقدر خود را بیشتر دوست دارم و می ستایم، زیباتر می شوم. اکنون بدون تردید برای جنس مخالفم جذاب هستم. وضعیت جسمی خودم را همینطور که هست دوست دارم. ذاتاً جذاب هستم. واقعاً هم که جذاب هستم.